خدا، محمدی هستم، مدرس نرم افزارهای بی آی ام. افتخار این رو دارم که با یک مجموعه آموزشی کاملا متفاوت و تخصصی تأسیسات، تأسیسات مکانیکی و برقی در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که این مجموعه آموزشی مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و کاربردی باشه. حالا ما هدفمون از انتخاب این پلاگین این بود که حالا توی دنیای بی آی ام یکی از کاملترین پلاگین های تأسیساتی مکانیکی و برقی است که مورد توجه خیلی از شرکت های معتبر دنیا قرار گرفته و الان در حال استفاده از اون هستن. میشه گفت این پلاگین نمیشه اسمش رو واقعا پلاگین گذاشت، باید اسمش رو یک نرم افزار گذاشت. حالا پلاگین چون به عنوان افزونه شناخته میشه، یعنی میاد به نرم افزار حالا رویت یا نرم افزارهای دیگه اضافه میشه، به عنوان پلاگین شناخته میشه. ولی خب در واقع خود این پلاگین یک نرم افزار خیلی قدرتمند هست، شاید بگم از تأسیسات مکانیکی و برقی قدرتش خیلی بالاتر از اون چیزی که داخل خود نرم افزار رویت وجود داره، چون دقیقاً اومده دنیای واقعیت و دنیای اجرایی تأسیسات مکانیکی و برقی رو در نظر گرفته و روی همه قسمت‌ها کار کرده که حالا انشاءالله تو این مجموعه آموزشی با هم پیش میریم و میبینید که واقعا چه اتفاقاتی داره تو این دنیای نرم افزار میفته و چه قسمت هایی برای کسی که قرار تأسیسات رو مدل کنه مهم هست که حتما تو این پلاگین میبینید و هر ماه و هر تقریبا چند ماه یک بار فیلم های جدید، آپدیت های جدید از این پلاگین میاد. مشخصه که کاملا روی این پلاگین تخصصی داره کار میشه و واقعا کامل هست. خب بریم قبل از اینکه حالا وارد نرم افزار رویت بشیم این توضیح رو بهتون بگم که حتما این پلاگین رو از سایت خود ما دانلود کنید، سایت revit/mep.ir. همین وارد صفحه اول که شدید قسمت پایین اینجا پلاگین رو ما گذاشتیم، میتونید پلاگین رو دانلود کنید. بر روی سه ورژن 2018، 2019 و 2020 قابل نصب هست. البته ورژن قدیمی تر اون که اومد ورژن 2017 بود که حالا ما چند تا مثال خیلی کوچیک ازش انجام دادیم، داخل کانال تلگرامی قرار دادیم و تقریبا در حد آشنایی بود. ولی خب این مجموعه رو نیاز دیدیم که برای حالا جامعه طراحان تأسیساتی و اون کسایی که میخوان به عنوان درفتر یا مدلار باشن استفاده کنن. خب که توضیح راجع به این پلاگین دادیم، حتما این رو بخونید، مزایاشو نوشتیم که چه مزایایی داره که دیگه حالا من نمیخوام خستتون کنم وارد این قضیه بشم، این رو حتما داخل سایت ببینید خودتون بخونید. و اینجا ما اومدیم نرم افزار رو در چهار پارت جدا قرار دادیم، حتما همه رو دانلود کنید. اینجا توضیح دادم داخل یک گوشه قرار بدید، از شماره یک اکستراکت کنید تا شماره چهار، که حالا شماره یک رو اکستراکت کنید خودش تا شماره چهار اکستراکت میکنه، یک گوشه میسازه که اونجا فایل رو در دسترس دارید. خب حالا یک سری تصاویرم براتون قرار دادیم از نرم افزار و آموزش نصب اون هم تا اونجا که میدونم داخل این مجموعه قرار داره، هم آموزش نصب هست هم خود نرم افزار کامل توضیح داده. خب فقط یه توضیح هم بهتون بگم، خود سایت ماجیکد اومده حالا با شرکت های مختلف دنیا مکاتبه داشته و فامیلی های اونها رو حالا درخواست کرده و توی سایت خودش قرار داده، یه سری رو خودش مدل کرده که توی قسمت Magic Cloud شما میتونید این اینجا Magic Cloud میتونید فامیلی هایی رو که نیاز دارید اینجا دانلود کنید
تقریبا مثل سایت بیم آبجکت، سایت بیم آبجکت هم حتما آشنایی دارید دیگه. حالا این هم سایت مرجع هستش که فامیلی های زیادی اینجا وجود داره، میتونید دانلود کنید و ازش استفاده کنید. خب به جز این فامیلی هایی که سایت خود مجیکت داره، یک سری نرم افزار ها رو هم دوباره میاد به صورت پلاگین روی رویت نصب میکنه برای شرکت های مختلف که از فامیلی های اون هم میتونید استفاده کنید، که حالا اینها رو به مرور حتما آشنا میشید و توضیح خواهیم داد. خب از این بحث خارج بشیم، وارد محیط نرم افزار میشیم. بعد از اینکه پلاگین رو نصب کردید، همینطور که مشاهده میکنید اینجا یک سری حالا به عنوان تب شناخته میشه، 5 تب اضافه میشه: تب کامل، ونتیلیشن، پایپینگ، الکتریکال و ماجیکات شماتیکس. خب حالا توی قسمت پایپینگ ابزارهای مربوط به پایپینگ وجود داره، توی قسمت ونتیلیشن ابزارهای مربوط به ونتیلیشن وجود داره، قسمت ماجیکال کامل هم که ابزارهای عمومی وجود داره که این ابزارها رو اینجا میبینید و با این ابزارها آشنا خواهید شد. خب قبل از شروع کار این نکته رو بهتون بگم که خود پلاگین ماجیکات همینطور که گفتم با یه سری از شرکت‌ها اومده و حالا پلاگین هاشون رو ساخته، یعنی که تجهیزاتی که وجود داره رو از پلاگین های اونها هم میشه استفاده کرد. این پلاگین ها میاد تحت خود ماجیکات نصب میشه توی قسمت اد اینز. حالا ببینید میتونید بیاید از قسمت ماجیکات پلاگین منیجر اینجا، حالا البته این نکته رو بهتون بگم، این قسمت رو باید حتما به اینترنت وصل باشید. خب همینطور که میبینید الان اینجا این سری شرکت ها حالا وجود داره که میتونید نصب کنید. به عنوان مثال حالا شرکت هایی که اینجا داریم، من یه لحظه بیام پایین، شرکت هایی که معروف هستن، مثلا شرکت خدمت شما عرض کنم که خب حالا یه سری من نصب کردم، فرق نمی کنه، یه شرکت رو حالا میام اینجا نصب میکنیم، شرکت هالتون. بعد اینجا توضیح هم داده، قسمت دیسکریپشن میتونید بخونید این شرکت توی زمینه ونتیلیشن یا سیستم تهویه کار میکنه برای رویت، اینو که نصب کنید برای رویت ورژن های 2017 تا 2020 قابل اجرا هست. پی دی اف رو کلیک کنید، میتونید فایل پی دی اف اون رو دانلود کنید و حالا توضیحات رو بخونید راجع به اون شرکت. خب این تاریخ نشرش هست و این حالا بحث CPU که نوشته. ببینید بعد از که کلیک میکنید این پلاگین مربوط به هالتون رو روی سیستم شما نصب میکنه، میتونید از تجهیزات اون به صورت مستقیم روی نرم افزار رویت خودتون استفاده کنید و حالا آپدیت های مربوط به ماجیکات هم اینجا قرار داده میشه، ولی حالا ما پیشنهاد نمی کنیم که این آپدیت ها رو نصب کنید چون برنامه تو کرک هست. خب من این رو نصب کنم، باید به این شکل شروع میکنه نصب رو انجام میده. حالا ورژنش هم که حالا نوشته 1.6.2019 برای رویت 2017 تا 2020. خب برای از اینکه نصبمون تموم شد من فینیش رو میزنم اینجا، خود چک برای آپدیت هم میکنه ها. حالا این ماجیکات اینا هم کلود هم هست، حالا فعلا کاری نداره. این فقط حالا کلیش بود که به خدمتتون عرض کردم. خب این شرکت هالتون اومد اینجا اضافه شد. ببینید add from HIT product storage، ببینید به عنوان مثال supply air، حالا دریچه هایی که مربوط به سیستم تهویه هست. اینها میاد کجا اضافه میشه؟ میاد قسمت ماجیکات. یک شالا جلوتر میریم تنظیمات رو با هم میبینیم. تو این قسمت که شما میخواید فامیلی رو برای پروژهتون استفاده کنید، یه سری پیش‌فرض‌های ماجیکات وجود داره، یه سری مربوط به همین شرکت ها میشه که میتونید نصب کنید، به این قسمت اضافه میشه. حالا به عنوان دیفیوزر من اینجا کلیک میکنم، ببین یه لحظه منتظر میشین تا لود بشه. حالا قسمت سری اول یکم ممکنه زمان ببره تا اینکه بیاد لود بشه.
حالا قسمت سرچ رو دارید، میتونید سرچ کنید، سیتینگ هم دارید. این قسمت سیتینگ دو حالت داره، حالت کلود و لوکال. حالا اون شرکت هایی که خواستید و نصب کردید و تموم شد، حالا همه شرکت هایی که ما استفاده نمی کنیم، شما بر حسب نیازتون بیاید دانلود کنید، یا نیاید همه رو دانلود کنید، این کار رو نکنید، فایلتون سنگین میشه، همین که ممکنه بعدا مشکل ساز بشه براتون. فعلا برای شروع با پیش‌فرض‌های نرم افزار کار کنید. حالا اگر هم شرکتی هستید که حالا این تجهیزات رو میشناسید و استفاده میکنید، حالا مستقیم اون رو نه ولی از استانداردش استفاده میکنید، میتونید دانلود کنید و روی حالت لوکال بذارید که دیگه نیاد برای هر سری که شما میخواید فامیلی رو حالا به پروژه اضافه کنید بیاد و وصل بشه به اینترنت. لوکال بذارید، آدرس اینجا وجود داره. اگر هم فامیلی شما آدرس رو تغییر دادید برای فامیلی ها، میتونید آدرس رو اینجا تغییر بدید. خب قسمت براوز من حالت کلود میذارم یه لحظه، چون من لود نکردم به خاطر اون برای همه نمیاد، یه بار لود کنید میاد. ببینید به این شکل دریچه‌ای که دیفیوزری که سقفی هستش، حالا اگزاست فن هایی که حالا وجود داره و قسمت های دیگه، سایز های مختلف، حتی دیاگرامی که وجود داره، دیاگرام حالا افت فشار نسبت به دبی و موارد دیگه، سرعت، همه اینا رو میاد توی دیاگرام به شما نشون میده و میتونید اینجا پنجره رو شو دایمنشن اندازه ها رو ببینید. ببینید به این شکل. حالا برای این قسمت میتونید زوم اون با اسکرول موز زوم این زوم اوت کنید، این قسمت رو بزنید ماکسیمایز. ببینید این اندازه ها خیلی به دردتون میخوره. حالا این قسمت مربوط به فلور میشه، اونا که توی کف قرار میگیره، جت فنا هستن که حالا قسمت های مختلف قرار میگیره. به این شکل. حالا این توضیح کلی بود، همه اینا رو با هم بررسی میکنیم. فقط این نکته رو خواستم راجع به پلاگین بگم و راجع به این پلاگین، مجیکر پلاگین که میتونید انتخاب کنید و شروع کنید دانلود کنید. خب قسمت مجیکر کامن، این نکته رو بهتون بگم بچه ها، حتما بعد از اینکه پلاگین رو نصب کردید از آپدیت استفاده نکنید. ما حالا اینجا ابزارهای آپدیت هم داریم، چک فور آپدیت، حالا سرچ پروداکت هم داریم، حالا اینجا فعلا استفاده نمی کنیم ازش چون ممکنه بعدها برای ما مشکل ایجاد کنه، فعلا استفاده نمی کنیم. خب برای شروع کار شما روی هر ابزاری کلیک کنید، این ابزار غیر فعال هست و پیغام خطا میده. پیغام خطایی که میده مربوط به دیتا ست هست. حالا چون من یک بار لود کردم برای من خطا نمیده. حالا مثلا روی اسپید سگمنت کلیک کنم این پنجره باز میشه، مشکل ندارم. ولی شما برای اولین بار که پلاگین رو نصب کردید، بهتره که بیاید و یا اینکه لازمه و الزام هستش، بیاید از قسمت دیتا ست سلکت دیتا ست رو بزنید. خب ادامه بحثمون بمونه برای قسمت بعدی.